والا حضرت شاهدخت شهناز پهلوی، این اسم سلطنتی و درباری اولین و تنها فرزند محمد رضا شاه و فوزیه بود. پدر بزرگ پدریش رضا شاه، بنیانگذار سلسله پهلوی و پدر بزرگ مادریش ملک فؤاد اول پادشاه مصر بود. شهناز پهلوی خواهر ناتنی رضا، فرهناز، زندیاد علیرضا و زندیاد لیلاست. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. شهناز پنجم آبان ماه سال 1319 توی تهران به دنیا آمد، ولی تولدش با ناراحتی خاندان پهلوی همراه شد، چون که این خانواده برای به دنیا آمدن فرزند پسری که جانشین و ولیعهد محمد رضا پهلوی باشه نقشه ها کشیده بودند. تو این میون رضا شاه، کسی که در تمام مدت حضور ملک فوزیه تو ایران سعی کرده بود توجه ویژه‌ای بهش بکنه و دلشو به دست بیاره، بعد از شنیدن این خبر از شدت عصبانیت تمام وسایل روی میز دفترش رو با اعصاب پایین پرت کرد. رضا شاه از اون زمان کمتر به فوزیه توجه کرد و اعضای خانواده پهلوی به خصوص تاج الملوک از در ناسازگاری با فوزیه بر اومدن. این رفتارها باعث شد که حالات روحی فوزیه هر روز بدتر بشه. شهناز حدوداً 5 ساله بود که مادرش فوزیه ایران رو ترک کرد. از یک طرف از محبت مادر جدا شده بود و از طرف دیگه پدرش رو به خاطر مشغله زیاد در کنار خودش نداشت. تنها شد. روابطش با بیشتر اعضای خانواده پدریش خیلی گرم و صمیمی نبود، چون اونا رو برای رفتن مادرش مقصر میدونست و از ابتدای تولدش هم محبت چندانی ازشون ندیده بود. ولی از بین همه اونها اشرف علاقه زیادی به شهناز داشت و از شهناز تو دوران کودکی مراقبت میکرد. دوران کودکی شهناز تحت سرپرستی معلمان اروپایی و عمدتاً فرانسوی سپری شد و در نهایت به خاطر دلتنگی‌های شهناز وقتی که 8 ساله بود برای تحصیل به پانسیون ماری جوزه تو سوئیس فرستاده شد. دوره تحصیل 5 ساله شهناز تو پانسیون ماری جوزه تا تابستون سال 31 تموم شد و بعد از اون شاه تصمیم گرفت تا اونو راهی آمریکا کنه، چرا که شمس پهلوی و ملکه مادر توی آمریکا بودن. محمد رضا شاه تمایل داشت که دخترش با ملک فیصل پادشاه عراق که جوونی خوش هیکل خوش سیما بود ازدواج کنه و به این وسیله با کشور عراق که حکومتی دست نشانده و مورد حمایت انگلستان داشت پیوندی سیاسی برقرار کنه تا خیالش از سمت انگلیسی‌ها راحت باشه. پرنس صدرالدین آقاخان دیپلمات ایرانی سازمان ملل هم خواهان شهناز بود. شاهدخت توی فرانسه هر دو خواستگار رو دیده و نپسندیده بود. البته عده‌ای میگن که بین شهناز و اردشیر زاهدی که اون زمان سفیر ایران تو آمریکا بود رابطه عاشقانه به وجود اومده بود و به همین خاطر شهناز به این دو خواستگار جواب رد داده بود. محمد رضا شاه هم با اینکه شهناز با اردشیر ازدواج کنه مخالفتی نشون نداد و شاید هم می‌خواست با این کار دین خودشو به پدر اردشیر ادا کنه. اردشیر زاهدی پسر سپهبد فضل الله زاهدی بود که تو کودتای 28 مرداد کمک زیادی به بازیافتن تاج و تخت سلطنت کرده بود. خلاصه مراسم نامزدی اونا تو دی ماه سال 1335 برگزار شد و بعد از 2 سال حاصل این ازدواج دختری به اسم مهناز شد. ولی دوران خوش شهناز پهلوی زود سپری شد و توی سال 43 بعد از مرگ سرلشکر فضل الله زاهدی به زندگی مشترک 7 سالش با اردشیر زاهدی پایان داد. اسناد سازمان امنیت این جدایی رو اینطور گزارش میده: موضوع جدایی بین والا حضرت شهناز پهلوی و آقای اردشیر زاهدی مورد گفتگو در بین طبقات مختلف مردم قرار داره. در هر طبقه ای از طبقات مختلف از نجابت و حسن خلق والا حضرت شهناز بحث و گفتگو میکنن و عقیده و افکار عمومی بر اینه که عیاشی های آقای اردشیر زاهدی که نتونسته خودشو لایق همسری دختر شاهنشاه نشان بده عامل اصلی این جدایی بوده و روی این اصل ارزش و احترام اردشیر زاهدی حتی در بین دوستانش از بین رفته. ولی زاهدی توی کتاب خاطراتش دخالت های اشرف خواهر شاه رو دلیل جدایی شهناز میدونه. بعد از جدایی از اردشیر زاهدی مدت‌ها شایعه ازدواج شهناز با محمود زنگنه مطرح بود. حتی با اون نامزد کرد و مدتی با هم رفت آمد داشتن. ولی ناگهان شهناز اونو رها کرد و به سوئیس رفت. و
زمان حضورش در اونجا به جوونی به اسم خسرو جهانبانی که تو رشته نقاشی مشغول تحصیل بود و یه هیپی تمام عیار بود علاقه پیدا کرد. محمد رضا شاه با ازدواج شهناز با خسرو جهانبانی کاملا مخالف بود، ولی مخالفت‌های اون کاری از پیش نبرد و شهناز بیشتر پافشاری می‌کرد. علم وزیر دربار شاهنشاهی راه مدارا با شهناز رو پیش گرفت، ولی کمی بعد متوجه شد که خسرو مواد مخدر مصرف می‌کنه. حتی شایعه شده بود که شاهدخت شهناز هم گاهی در مصرف مواد مخدر خسرو رو همراهی می‌کنه. شاه از شنیدن این خبر خیلی عصبانی شد و برای اینکه جلوی دیدار خسرو و شهناز گرفته بشه دستور داد که خسرو به خدمت سربازی بره تا بین اون و شهناز فاصله بیفته، ولی این کارم فایده ای نداشت. توی این مدت رفتار شاه با دخترش به کلی تغییر کرده بود و شهناز مایه آزار شاه شده بود. در نهایت شهناز از حرف خودش عقب نشینی نکرد و علارغم مخالفت شاه تو بهمن ماه سال 1349 ازدواج کردن و مراسم ازدواجشون توی سفارت ایران در پاریس برگزار شد. ثمره این ازدواج یه پسر به اسم کیخسرو و یه دختر به اسم فوزی است. شهناز سالها بعد از به دنیا اومدن دوتا فرزندش تو سوئیس موند تا اینکه به وساطت فرح دیبا بخشیده شد و اجازه پیدا کرد که به ایران بیاد. بعد از انقلاب به مذهب روی آورد و اسم خودش رو به هاجر تغییر داد و از اون به بعد مدتی و روسری توی مهمونی‌های خصوصی شرکت می‌کرد. بعد از انقلاب شهناز به همراه خانواده‌اش اول به آمریکا مهاجرت کرد و از اونجا به پاریس رفت و هنوز هم توی این شهر زندگی می‌کنه، ولی همسرش خسرو جهانبانی سال 93 تو سن 73 سالگی بعد از چند سال مبارزه با سرطان تو سوئیس از دنیا رفت. شاه در روزهای آخر زندگیش مایملاک خودش رو بین فرزندانش تقسیم کرد. 8% از ارث خودش رو به شهناز و 2% رو به فرزندش مهناز بخشید و جمعاً 10% از ارث شاه به شهناز و دخترش رسید. سال 92 دولت مصر به شهناز تابعیت مصری داد و ایشون تابعیت سوئیس رو هم داره. تو دوره پهلوی در ایران یادمانهایی به اسم شهناز هم وجود داشت. بعد از ازدواج محمد رضا پهلوی با فوزیه، اسم میدونی که به تازگی تو تهران ساخته بودن و گذاشتن فوزیه. ولی بعد از جدایی فوزیه از محمد رضا شاه به اسم دخترشون یعنی شهناز تغییر کرد. این میدون بعد از انقلاب اسمش شد میدون امام حسین. همینطوری که از پرآوازه ترین خیابونها تو تبریز خیابون شهناز بود که بعد از انقلاب اسمش شد خیابون شریعتی و ساختمانهای قدیمی و یادگاریهای تاریخی زیادی توی این خیابون و هنوز هم بیشتر مردم تبریز این خیابون رو به اسم شهناز خطاب میکنن. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیتامون حمایت کنید.